سلام و درود گایز، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چطوری دو نفره بتونین خیلی ایزی بدون اترنوس، بدون وی پی اس، بدون آماچی بتونین با هم بازی کنین. یه آموزش خیلی خفنیه که خیلی ایزی میتونین با رفیقاتون بازی کنین و لذت ببرین. پس لایک ویدیو یادتون نره و اگه یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردین حتما دکمه سابسکرایب رو بزنین که بریم سراغ ادامه آموزش. خب بچه ها، برای این آموزش نیاز به دانلود یا نصب چند تا فایل داریم که لینک همشون رو توی دیسکریپشن یا توضیحات ویدیو میذارم، میتونیم بریم از اونجا ایزی دانلود کنیم. اولیش که جاوا ورژن 8 که شما فکر کنم همه که چیز دارن، ماینکرافت دارن دیگه، جاوا رو سیستمشون نصبه، ولی چک کنین اگه نصب نبود، لینک دانلودش رو میذارم، حدود 80 مگه. نصب کنین از اینجا، دانلود کنین، نصب کنین. و حالا چون من دانلود نکردم، نصب کردم، یه نمیخوام نصب کنم. جاوا رو که نصب کردین که فکر کنم رو سیستم بیشترتون باشه، بعد میرسه فایل سرور. البته یه چیز رو بچه باید بگم، اینکه این آموزش نیاز به یک مودم داره، یعنی حتما باید مودم داشته باشین و یک سیستم حالا متوسط، یه رم مثلا 6-8 جوابه، 6-8 یه چیزی، یه سیستم متوسط. حالا سیستمتون بالا باشه که خیلی هم ایزیه، ولی خب یه سیستم متوسط تقریبا میخواد. البته خود بازی این روش رو پیشنهاد نکرده، ولی خب واسه بازی کردن دو نفره که بخوایم با دوستاتون بازی کنیم واقعا مشکلی نداره، خیلی هم ایزیه، بدون لگ و با پینگ خیلی پایین. بچه فایل دومی که نیاز داریم، نیاز به فایل سرور داریم که من حالا خیلی از اسپیگات هست، بوکیت هست، ولی خب من اسپیگات رو ترجیح میدم. برای پیدا کردن فایل سرورتون، اسپیگات یا هرچی اسپیگات رو می‌نویسیم، بعد ورژن بازی میخواین هر چقدر باشه، مثلا 1.12 باشه، 1.16.4 باشه، هرچی باشه می‌نویسین، همونطوری که می‌بینیم میاره. میزنین توی سایتش و اولین سایت فکر کنم همونه، یه همچین صفحه میاد و اینو میزنین تا اسپیگات 1.16.4تون دانلود شه. خب بچه، بعد اینکه فایل دانلود شد، یه فولدر یا پوشه باز میکنین، اسمش حالا همه چی میتونین بذارین، سرور مثلا فیلم، و فایل اسپیگاتی که دانلود کردین رو اینجا پیست کنین. بعد اینکه فایل اسپیگات رو اینجا کپی کردیم، یه دونه فایل تکست میخوایم، یا فایل همون نوتپد، اسمش حالا میذاریم استارت و سیوش میکنیم. فایل رو باز میکنیم، نیاز به یه کدی داریم که کد هم تو سایت خود اسپیگات هست و لینک اینجا رو میذارم که کامل توضیح داده چطوری نصبش کنیم. ما نیاز به این کد داریم که این کد رو کپی میکنیم و اینجا پیستش میکنیم. چیزی که باید اینجا عوضش کنیم بچه ها، این تقریبا علامت هشتگ هاست که باید اولی فکر کنم همش رو به نظرم یک بذاریم، یک گیگ. میزان مصرف چیزه، میزان مصرف مموری که این فایل سرور میخواد بکنه. مثلا میتونیم اینجا مشخص کنیم، اگه سرورتون خیلی بالا باشه میتونیم تا 2-3 مثلا، مکسش رو تا 2-3 اینا بذاریم، ولی خب اگه سیستمتون ضعیفه و رم پایین دارین، همون یک، یعنی کمترین حالت همون یکه. و یک چیز دیگه که باید عوض کنیم، اسم این اسپیکات جاره باید مطابق با این باشه، و رینیم میزنیم و کپی میکنیم و اینجا اینم پیست میکنیم. خب تقریبا فایلمون آماده است، اینو سیو میکنیم و حالا باید استارت تکست رو تبدیل به استارت بد کنیم. چیکار کنیم؟ با نوت بد بازش میکنیم، سیو اس رو میزنیم و استارت دات بد و سیوش میکنیم. خب همینطوری که میبینین یه فایل دیگه ساخته شد به نام استارت دات بد. حالا میتونیم این فایل تکست رو پاکش کنیم. خب الان نصف کار بچه تموم شد و فقط کافیه که روی استارت بت دوباره کلیک کنیم تا شروع به نصب کنه. بچه همونطور که میبینین مرحله اولش رو تموم کرد، گفت باید بریم توی این فایل و یه چیزی رو اکسپ کنیم، اوکی کنیم. خب
هر دکمه اینتر رو میزنیم تا این صفحه بسته شه. همونطور که میبینید یک فایلی به اسم همونی که نوشته بود ساخته شده، روی این کلیک میکنیم و اینجا که فالسه ترو میکنیم. این میگه که مثلا قوانین شوکه کردیم، مثلا اوکیه، هرچی گفتیم ما قبول داریم. ترو که کردیم سیوش میکنیم و دوباره start.bat رو اجرا میکنیم. بعد از اینکه قوانین رو ترو کردیم بچه ها، یه سرور پراپرتیز ایجاد میشه که تنظیمات کلیه میشه گفت سروره، که یه چند تا مورد داره که ما باید بررسی کنیم، بازش میکنیم. بچه چیزی که توی این تنظیمات مهمه، اولیش مثلا خیلی کارا میشه که مثلا گیم مود، مثلا سروای به هر حالتی که خواستین، و خیلی تنظیمات چیز مثلا پی وی پی باشه، پی وی پی یعنی به هم بتونید ساعت همه بزنید یا نزنید، اینا باشه نباشه فلان. تنها چیزی که اینجا مهمه این که مکس پلیرزه، چقدر پلیر داشته باشه. و یه چیزی که خیلی مهمه ویو دیس چانک، و اینم همون محدوده ایه که توی ماینکرافت نشون میده، چون حالا بستگی به خودتون داره، ولی خب 10 معمولا عدد بزرگیه و سرور خیلی چیز سنگین میشه، و میتونی این عدد رو مثلا حالت 6 یا 7 بذارین که یکم سرور سریعتر مثلا اوکی بشه، یکم لگ و اینا زیاد نداشته. بازم لگ نمیگیره ولی به پی سی تون فشار میاره. و یه چیزی که خیلی مهمه این آنلاین موده، که آنلاین مود چیه؟ آنلاین مود اگه ترو باشه، روشن باشه، فقط اونایی که اکانت پریمیوم ماینکرافت دارن میتونن برن. اگه فالس باشه همه میتونن، اما هر کی که اکانت کرکی هم داشته باشه فالس. ما ایرانی هم که بدون شک فالسه، چون هممون کرکی داریم بازی میکنیم. و تمام همین چیزا، اینا هم مثلا چیزای جزئیه که حالا زیاد لازم نیستن. و سیو میزنیم، بعد فایل استارت رو دوباره میزنیم. یه چیزی که هست نصبش یکم زمان داره و باید بهش زمان بدین تا فایل ها رو بسازه. خب بچه ها، نصب سرور ما تموم شد و اگه این پیغام دان فور هلپ رو بگیرین، یعنی سرورتون کامل اوکی شده و میتونین راحت برین توش. فقط دوتا نکته هست، یکی این که این CMD رو اصلا نبندین، چون اگه ببندین سرور میپره، و یکی دیگه که هست وقتی میخواین سرور رو استاپ کنی و بازی کردین تمام شده، اینجا بنویسین استاپ و دکمه اینتر رو بزنین تا از خود CMD بسته بشه و از اینجا خارج نشین، چون ممکنه به فایل های سرور آسیب برسونه. خب کارمون با ساخت سرور تمام شد، حالا مونده بحث این که چطوری آی پی بدیم به دوستمون و دوستمون بتونه به ما جوین بده به سرور ما. خب الان بچه ها نیاز داریم به پیدا کردن دو تا آی پی، که پیدا کردنش خیلی ایزیه. اگه CMD بنویسین تو قسمت سرچ ویندوزتون، CMD رو براتون میاره، میزنین روش و اینجا سرچ میکنین، سرچ که نمینویسین آی پی کانفیگ. خب همونطور که میبینیم ما نیاز به IPv4 آدرس و گتوی داریم. این دوتا رو باید کپی کنیم، یه جایی داشته باشیم. حالا من اینجا و این، الان توضیح میدم اینا برای چیه. خب بچه ها، IPv4 IP خود سیستم یا دیوایستونه یا لپتاپتون رو با هرچی هستین، و گیت‌وی معمولا IPه که باش میتونین وارد کنترل پنل یا پنل مودمتون بشین. من گیت‌وی کپی میکنم و یه فیلتر شکن نزده باشم، که زدم و مطمئن میشین که فیلتر شکنتون آف باشه. خب همونطور که میبینین وارد کنترل پنل مودم هم دارم میشم. بچه ها اینجا پنل های مودم یکم متفاوته، مثلا برای من تیپی لینکه و خودتون باید پیدا کنین، یه فایرل وال مودمتون باید پیدا کنین. مال من توی ادوانس ستاپ توی
NAT میزنم و حالا اون کانکشنی که انتخاب کردم، کانکشن هم میتونین از اینجا نگاه کنین، کانکشنی که اینترنت داره برا من کانکشن PVC1ه و اینجا دوباره برمیگردم اینجا و PVC1 رو انتخاب میکنم. این گزینه رو میزنم و همونطور که میبینین یه صفحه اینچنینی. حالا بس خیلی متفاوت، خودتون باید سرچ کنین، مودما با هم خیلی فرق میکنن، ولی خب مال من اینطوری، کسایی که تیپلینگن خیلی کارشون ایزیه چون راحت اینجا میتونن، ولی خب ساختار کلیش همینه. بعد رول همون قوانین، یه دونه فرق نمیکنه، تا 12 تا میتونی انتخاب کنی. حالا من اولیشو میخوام انتخاب میکنم، اولیشو انتخاب کردم، کاری به اپلیکیشن اینا نداریم، پروتکل رو روی آل میذاریم که هم TCP و هم UDP باشه. حالا پورت، حالا این پورت چیه؟ پورت پیشفرضیه که توی سرور پراپرتیز هست و پورت پیشفرض ماینکرافتی که من دست نزدم بهش، شما هم دست نزدیم بهش. پورت پیشفرضش همینه 2.5.5.6.5 و دوتا رو هم استارت و هم اند پورت رو همین پورت میذاریم. حالا این لوکال آی پی چیه؟ همین آی پیه که آی پی وی، همونی که توی آی پی کانفینگ پیدا کرده بودیم، این آی پی همون لوکال آی پیه که اینجا باید واردش کنیم، همه رو باید اینجا وارد کنیم، پورتال رو اینجا، آی پی هم اینجا و در آخر همونطور که می‌بینیم من اینجا چون سیف کردم قبلا، الان نمی‌خوام سیف کنم و سیف کردم و در آخر روی سیف می‌زنیم که باعث میشه مودممون اون پورت رو برامون باز کنه. و بعدش هم گایز باید پورت رو توی فایروال سیستم خودتونم دوباره آزادش کنیم. برای این کار میریم سراغ فایروال، ویندوز فایروال. باز که شد ویندوز فایروال رو که سرچ کردیم، باز که شد یه همچین صحنه ای میاد، یه همچین صفحه ای میاد، روی این گزینه میزنیم و نیو رول، رول و پورت رو انتخاب میکنیم، TCP پورت رو مینویسیم اینجا 2.5.5.6.5 دوباره نیکست و همه کانکشن ها باز باشه و اینا رو هم تیکش خورده باشه، دست نزنین. اینجا میتونی یه اسم بزنیم، مثلا من میزنم TCPP و فینیش رو میزنین سیف بشه. حالا من چون باز کردم نمیخوام دوباره باز کنم، همین که میبینین من 25T نوشتم باز شده، اینجا میاد و یه بار دیگه هم میزنین، این بار دوباره پورت رو میزنین، نیکست رو میزنین، این بار UDP رو انتخاب میکنین و دوباره پورت رو میزنین و اینجا دوباره دست به این نمیزنی، اینجا هم دست به این نمیزنی، اینجا دوباره دست به نیم، یه نیمی میزنی، UPD یا هرچی بود میزنین و فینیش میدین، تموم میشه. بچه تقریبا اگه این کار رو بکنی یعنی تکمیله و کار خاص دیگه ای نمیمونه، فقط جز یک کار و خیلی ایزی، بدونه نمیدونم هاماچی و نمیدونم پینگ هاماچی، مثلا من تست کرده بودم پینگش خیلی بالاست، اصلا افتضاح لگ میده فلان، ولی این پینگ بگیرین تو بازی، پینگ رفیقتون، مثلا پینگ شما که 0.5 ایناست، پینگ رفیقتون میشه 60, 50, 40، خیلی خوبه و خیلی روش جوابیه. و تنها کاری که مونده اینه که یه دونه آی پی مودمتون رو پیدا کنین که اونم بنویسین مای آی پی توی گوگل. این آی پی فقط حواستون باشه بچه، یه نکته ریز هست که اصلا هیچ فیلتر شکنی نباید روی سیستمتون فعال باشه. این آی پی شماست، آی پی اینترنتی یا آی پی بین‌المللی شماست که کپی میکنین و حالا چطوری دوستتون به شما جوین بده دیگه. آی پی این آی پیه که باید دوستتون وارد کنه و خیلی ایزی یا توی سرورتون. و در آخر بچه ها، برای اینکه مطمئن بشین کارتون درست بوده و درست انجام داده، میتونین آی پی خودتونو که همون آی پی اینترنتی خودتونو خودتونه برای تو اینجا بزنین و جوین سرور رو بزنین که اگه وارد سرور بشه یعنی کارتون رو درست انجام دادیم و سرور براتون ساخته شده که همطور که میبینین داره جوین سرور من میده، یعنی اوکی. پس این آی پی رو به دوستتونم بدین، باز اونم میتونه بیاد با شما بازی کنه. و یه نکته دیگه که هست بچه ها، اون اسپیکات هر ورژنی که چیز کردین، اسپیکات هر ورژنی رو که دانلود کردین باید بازیتونم
همون ورژن باشه. الان من اسپیکات 1.16.4 رو دانلود کرده بودم و بازیم هم 1.16.4ه. همونطور که میبینین خیلی ایزی میتونین با دوستاتون بازی کنین. بچه ها یه چیزی که هست، بله اینم از دنیامون که ساخته شد و ما الان توشیم، خیلی هم ایزی. و یه نکته آخری که میتونم بهتون بگم، بذار از بازی بیاییم بیرون، یه نکته ای که میمونه، بچه هایی که مودم ندارن میتونن با استفاده از هاماچی همین کارا رو بکنن. هاماچی هم که ایزیه، جوین میدین توش ثبت نام میکنین و نمیدونم یکی سرور یکی هاست میشه، تویی که سرور میسازی تو هاست میشی و آی پی خودتو میدی به دوستت، اونم با هاماچی میاد و جوین هم میدین، با اونم میشه بازی کرد. همونطور که من هاماچی هم دارم، با اینم میشه بازی کرد. فقط میگم پینگ خیلی میبره بالا تو بازی و اصلا لگ شدید میگیرین، ولی خب این روش کاملا نرمال ترین روشه واسه آنلاین بازی کردن، یعنی بهترین یعنی بهتر از این روش که فری باشه و اوکی باشه پیدا نمیکنین. بدون لگ و بدون هیچی میتونین خیلی ایزی بازی کنین و لذت ببرین. بچه ها اگه این آموزش به دردتون خورد اون دکمه لایک رو بزنین تا این ویدیو برای یه سری ها دیگه که نیاز به همچین آموزشی دارن فرستاده بشه. و اگه یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردین که کار زشتی کردین اون دکمه سابسکرایب هم بزنین که به محض اینکه ویدیو گذاشتم مطلع بشین، زنگولش هم بزنین. دمتون گرم. باز اگه هر چی سوالی داشتین زیر کامنت های این ویدیو کامنت کنین، من همشو جواب میدم. دمتون گرم، فعلا خدافظ.